بر اساس گزارش اداره مهاجرت ترکیه تا اول اردیبهشت 1401 124986 نفر ایرانی مقیم ترکیه بودند که پس از اتباع عراق و ترکمنستان در رتبه سوم قرار دارند. مسلماً بسیاری از این افراد که قصد ادامه زندگی در ترکیه را دارند در فکر کسب شهروندی این کشور هم هستند و سرمایه گذاری ملکی یکی از راه‌های تبدیل این کشور به خانه دومه. پس از سقوط بی سابقه قیمت لیر در برابر دلار، دولت اعلام کرد که خارجی‌ها میتونند با سپرده‌گذاری 500 هزار دلاری 3 ساله و تبدیل اون به لیر ترکیه از تابعیت این کشور برخوردار بشن. در اواخر فروردین امسال هم وزارت کشور ترکیه اعلام کرد که شرط دریافت شهروندی در قبال خرید ملک از حداقل 250 هزار به 400 هزار دلار افزایش داده میشه. بعد از پاییز 2018 که شرایط دریافت تابعیت ترکیه تسهیل شد، شمار متقاضیان دریافت شهروندی این کشور تقریبا 35 برابر شد، موضوعی که مورد استقبال ایرانیان هم قرار گرفت و اونها طی ماها در صدر فهرست خریداران خارجی املاک در ترکیه بودند. با یک حساب کتاب ساده از ابتدای سال 1400 ایرانیان بیش از 11 هزار خانه در ترکیه خریداری کردند. وضعیت اقتصادی ترکیه و تحولات منطقه و به تبع اون افزایش تقاضا منجر به تورم در قیمت ملک و حتی اجاره بها شده. در یک سال که گذشت قیمت ها بیش از 100% افزایش پیدا کرد. همچنین کرایه ها، قیمت ها به صورت نجومی داره بالا میره تو ترکیه. اگه بخوایم این موضوع رو تحلیل کنیم، خیلی مواردی هست که باعث این افزایش قیمت ها شده. یکی از دلایل اصلیش افزایش قیمت دلار در ترکیه بود. بعد تورم هم در سال اخیر خیلی بالا شد. البته این تورم خیلی کم بود قبلنا، دو سالهای 4-5 سال قبل تورم املاک و قیمتها حدود 7-10% سالیان افزایش پیدا میکرد، ولی تو این یک سال اخیر به خاطر افزایش قیمت دلار و همچنین جنگ روسیه با اوکراین و مسائل داخلی ترکیه قیمتها به صورت خیلی نجومی بالا رفت. اینجا هدف ترکیه جذب بیشتر سرمایه خارجیه و در همین راستا اعلام کرده که بعد از این اجازه های اقامت توریستی که توجیه اقتصادی ندارن رو تمدید نمی کنه. سیاست وزارت کشور در راستای عدم تمدید اقامت توریستی زندگی بیش از 80 هزار ایرانی که با اجاره مسکن قادر به استفاده از تسهیلات اقامت توریستی بودن رو با چالش مواجه کرده. بیشک با ادامه این روند ایرانیان کم درآمدی که با اقامت توریستی در کارهای خدماتی در ترکیه مشغول به کار بودند راهی جز بازگشت به ایران نخواهند داشت. فرزیا ثابتی، آنکارا.